به نام خداوند رحمان و رحیم سلام و وقت بخیری تقدیم میکنم خدمت همه بینندگان خوب شبکه جهانی آرزو، بخصوص علاقمندان برنامه اکسیژن. ما برگشتیم در خدمت همه شما دوستان و وطندارای گلم قرار گرفتیم تا یک ساعت آینده مهمان خانه های شما عزیزان هستم و قرار است برنامه اکسیژن را با تمام بخش ها و بسته هایی که این هفته هم ترتیب دادیم تقدیم شما بکنم. خاص و تقاضایم از همه شما وطندارای گل ای است که تا آخرین دقایق برنامه در کنار ما باشین، چنل آرزو را تغییر ندین و از داشته های بسیار خوب و مفیدی که این هفته هم تقدیمتان میکنم مستفید شوید. هموطنان عزیز، در آغاز هر برنامه ما سپاسگزاری میکنم از حمایت ها و همکاری های همیشگی شما که هر هفته با ما همکاری میکنین. موضوعات و مشکلات را که شما از گفتنش حراس دارین و شرمتان میآید و نمیخواین پیش دکتران و متخصصین مجرب مطرح برین، این مسئله و مشکلات را در میان بگذارین، شما راحت با شماره واتساپ به ما میگذارین. خواست و تقاضای می است که همیشه ای همکاریاتان ادامه بدین. اگر هر نظر دارین در رابطه با برنامه اکسیژن، هر پیشنهاد دارین، هر موردی که هست میتونین با ما شریک بسازین. یگانه راه ارتباطی شما دوستان و عزیزان شماره واتساپ ما هست 0745 500 335. با ما همکاری بکنین و حتی از اویده دکتر صایبای عزیزم تقاضا را دارم که ممکن شما هم دوست داشته باشین که در برنامه خودتان اکسیژن دعوت شوین، روی یگان مشکلات به صورت تخصصی روی صحبت بکنیم، شما هم میتونین با ما همکاری بکنین، هم در بخش وزیت و هم در بخش پیراپزشکی. و سپاسگزاری میکنم از بازار جهان ما بابت تهیه لباسای ما. موین بپردازیم روی بخش ها و بسته هایی که این هفته ترتیب دادیم در برنامه اکسیژن. فراموشم نشه که تمامش به خواست شما عزیزان است. از بخش تحقیق یا بازدید طبی آغاز میکنیم. این هفته قرار است تحقیق را به شما بگویم که البته دانشمندان رانندگی بسیاری از اشخاص، افرادی که سن و سالشان بزرگتر شده رفته، یا را مورد تشخیص، مورد بررسی قرار دادن که رانندگی چقدر میتونه در قسمت شناسایی بیماری آلزایمر و البته محققین دنیای طب و طبابت کمک بکنه و کارهایشان را ساده‌تر و آسان‌تر بسازه. ای که آیا رانندگی میتونه یک تشخیص بسیار خوب به خاطر بیماری آلزایمر باشه، ایره حتما در تحقیق در لابلای برنامه براتون خود گفتم. و در کنار از دوستای عزیز بخش وزد داریم. ما هر هفته در بخش وزد روی موضوعات بسیار مهم صحبت میکنیم. این هفته خواستیم اختصاص بدیم بخش وزیت به خانمای باردار، خانمایی که در این مرحله دچار مشکلات زیاد میشن، دچار نگرانی های زیاد میشن، اما قابل تشویش نیست. زمانی که ما یگان مورد مد نظر بگیریم، مشوره های طبی و مشوره های صحی را پیش دکترای متخصص و مجربه که میریم مد نظر بگیریم، هیچ به کدام مشکل عمده دچار نمیشیم. اکثریت خانمای متاسفانه البته یک تعدادشان در دوره بارداری دچار فشار بلند خون میشن. ای که چقدر میتونه فشار بلند خون در این دوره خطرناک باشه و چی کارها میتونه، کدام راهکارها جلو بلند رفتن فشار خون در نزد یک خانم باردار بگیره، ایره حتما در لابلای برنامه خود فهمیدین، چرا که امروز ما دعوت کردیم دکتر صاحب پلوشت توخی یوسفزای و در این مورد با ما شما معلومات میتن. و در کنار از او معمولا بسته تندرستی داریم و اگر یگان هفته به استثنای بعض هفته ها که ما جدا از بخش وزیت که با هم ارتباط نداشته باشن، معمولا ما بسته تندرستی را اختصاص میتیم به بخش وزیت ما که این هفته هم مورد را مد نظر گرفتیم. ما البته در دوره بارداری، نه تنها در دوره بارداری، همگی انسان ها یا اشخاص و افراد موضوع رژیم های غذایی خود نیستن. مثلا ای که رژیم غذایی را باید در حد تعادل ما استفاده بکنیم، مثلا غذایی که سرشار از مواد مدنی، کلسیم، پروتئین و کربوهیدرات باشه، هم در حد تعادل، نه زیاد مصرف شود نه کم. ای که افزایششان میتونه خطرناک باشه و کاهششان. اما کدام غذاها خوردن بیش از حدشان باعث میشه که فشار یک فرد بلند بره؟ مختص به خانمای باردار نیست، بلکه به همگی. حتی ما دیگه اشخاص افراد هم شاهدشان هستیم، جوانانی که فشارشان البته بلند هست که واقعا میتونه گاه اوقات بسیار خطرناک باشه. پس شما را با غذاهای آشنا میسازیم در بخش تندرستی ما که باعث بلند رفتن فشار خون میشه. و در کنار از دوستای عزیز پیراپزشکی هم داریم. امروز هم قرار است روی یک نوع البته اختلال یا بیماری صحبت های داشته باشیم. منتظر جناب دکتر صاحب باشین که اونا حتما با ما و شما میگن و عملا یکم حرکات را اجرا میکنن که به خاطر بهبود اختلالات، بیماری ها و برخی از مشکلات میتونه بسیار مفید واقع شود. و در کنار از او اسرار سلامتی هم داریم عزیزان. ما در این بخش رازهای دنیای طب و طبابت که پنهان است از دید اکثریت،
ای را میخواییم تقدیم شما بکنیم. این هفته خواستیم، البته فراموشم نشه که اکثران بخش اسرار سلامتی ما ارتباط مستقیم داره و خانمای عزیزی که بیشتر دچار البته دوست داره بخش دنیای مد و فیشن هستن، از استایل گرفته تا همه مورد که استفاده میکنن، اما از ازرارش بخبر نیستن. ما در هفته های قبل البته در رابطه با ازرار کشت کردن میشه به شما معلومات داده بودیم که چقدر میتونه خطرناک باشه، اما این هفته خواستیم از ازرار استفاده از میشه های مصنوعی به شما معلومات بدیم. ما مثلا محافل خوشی که داشته باشیم میریم نزد آرایشگاه و البته از میشه های مصنوعی استفاده میکنیم. گاهی اوقات یگام دختر خانم‌ها که زیاد ارزش قائل هستند به زیبایی و به سر و صورت خود، اونا هم حتی به کوچکترین محفل که یاد خانه باشه یاد هتل، خلاصه هر جایی که باشه، اون از میشه مصنوعی استفاده میکنن. اینکه چقدر میتونه خطرناک باشه با چشمای ما و آیا میتونه آسیب بسیار جدی و بزرگ به خود میشه های اصلی ما برسانه و باعث ریختن میشه های ما میشه یا نه، ایره حتما و حتما در بخش اسرار سلامتی خود دانستیم و در کنار از دکتر صاحب هدایت هم هستن، سهمی از برنامه ما رفتن سر زدن به شفاخانه و گزارش امروزیش هم حتما در این بخش خود دیدیم. منتظر تمام بخش و بسته های ما باشین. تا آخرین دقایق برنامه خاص و تقاضای ما از شما هموطنانی است که در کنار ما باشین تا که ما با شما یک جا انرژی ها را پخش شما بکنیم. با شما هستیم در ادامه برنامه اکسیژن و بخش بازدید طبی، همون قسم که الهام و وعده ای بخش را داده بودم برتان که امروز قرار است تحقیق را به سمع شما برسانم که دانشمندان در رابطه با رانندگی اشخاص و افراد یک مطالعه را انجام دادن یا یک تحقیق را انجام دادن که آیا رانندگی اشخاص و افراد میتونه با دکتران و متخصصین کمک بسیار خوب به خاطر شناسایی بیماری آلزایمر بکنه یا خیر. این تحقیق است که امروز به سمعتان میرسانم. خب رانندگی هر فرد به مرور زمان نظر به افزایش سن و سال، نظر به تحرکیتشان فرق میکنه، اما بعض تفاوتهای نامحسوس در قسمت کنترل موترها وجود داره که این تفاوتها را دانشمندان در تحقیقاتشان به دست آوردن که پژوهشگران البته در مراحل ابتدایی بیماری آلزایمر ای را گفتن یک ارتباط کاملا مستقیم و ناگسستنی داره. خب در حین ای که بتونن این آزمایش انجام بتن، تفاوت‌ها را درک بکنن میان اشخاص و افراد، یا چیکار کردن؟ از یک دستگاه جی پی اس به خاطر کمک کردن و شناسایی بیماری آلزایمر استفاده کردن که واقعا تاثیرگذار بوده. یک گروه از افراد بالاتر از 65 ساله در یک منطقه آمریکا، البته خودی اشخاص افراد پذیرفتن که شامل تحقیق دانشمندان شوند. بالای از یاد تحقیقات به مدت یک سال صورت گرفت و رانندگیشان از نزدیک البته مورد بررسی و کنترل صورت می گرفت. چیزی که دانشمندان یا پژوهشگران در تحقیق میخواستن پی ببرن یا بفهمن این بود که آیا بدون روش‌های گران قیمت، بدون روش‌های تهاجمی طبی یا پزشکی، بدون از اینکه ما پول زیاد مصرف بکنیم تا اینکه البته قادر به این شویم که شناسایی بکنیم که فرزند ما دچار بیماری آلزایمر هستم یا خیر، آیا گفته دیگر روش ساده و طبیعی هم میتونه در قسمت شناسایی آلزایمر نقش داشته باشه یا خیر، که خوشبختانه داشته. و همچنان بعد از 365 روز جمع‌آوری اطلاعات کلی، این دانشمندان مطمئن به این شدن که بله میتونه البته تاثیرگذار باشه. از میان 139 فرد که در این مطالعه حضور داشتن، آزمایش های طبی اشخاص افراد نشان دادن که نیمی از این اشخاص دچار البته آلزایمر پیش بالینی بوده و نیمی از اشخاص که رانندگیشان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته دچار هیچ کدام بیماری نبوده. و همچنان تفاوت قابل شناسایی بین این دو گروه وجود داشته و آهسته آهسته از تغییرات در روند رانندگی گرفته تا البته دفعاتش و حتی زمانایش و ای که به کدام مکانها ای اشخاص افراد می رفتن و رانندگی می کرده، تمام این موارد مشخص شده. اشخاص افرادی که دچار البته آلزایمر پیشبالینی بودن و شناسایی شد که فرزند دچار امی بیماری هستند،
کمتر از طرف شب رانندگی میکردن و کمتر به نقاط متعدد میرفتن و به جاهای محدود بوده رانندگی اشخاص افراد که به مو جاها البته یک ارتباط داشتن و آشنا بودن، به جاهای ناشنا بیشتر رانندگی نمیکردن و مسیرهایی که محدود بوده صرف به مو مسیرها رفت آمد میکردن. و سایه بیاد که دانشجوی دکترا در دانشگاه تورنتو هستی، مطالعه را به پیش میبره و میگه البته ما در رابطه با اینکه افراد با کدام محیط میره، با چی مدت زمان باقی میمانه و چی تاثیر رانندگی میتونه در وجودشان داشته باشه، تمام این معیارا که بررسی میکنیم، این گفته یک مورد بسیار مهم است و پاسخهای بسیار خوب و مثبت را میتونه در قسمت صحت و سلامتی یک مریض یا یک بیمار به ما بده. پس اما گفته با استفاده از این گفته ما از جی پی اس استفاده میکنیم و در قسمت موترهای بیمارانی که رانندگی میکنن نصب میکنیم و بعد از او تشخیص داده میشه که این فرد به کدام مسیر رفته و چقدر مسافت را طی کرده و چگونه چی تغییرات رونما شده. و دقت این مدل را بیاد گفته که 86% بوده و همچنان خانم بیاد میگه که با استفاده از این شاخص واقعا ما میتونیم که با اطمینان بسیار بالا تشخیص بدهیم که آیا یک فرد دچار بیماری آلزایمر است یا خیر. و دکتر فیپس که البته یکی از دکترایی است که او هم مسئولیت تحقیق یا مطالعه را به عهده داره، میگه که خانواده بیماران به ما میگه اولین نشانه ای که متوجه شدن ای بوده عزیزانشان چطور راه را گم کردن و چگونه راه گم شده را پیدا میکنن. اطلاعاتی که البته در سبک رانندگی خاص افراد دانشمندان بعد از آوردن گفته، این تمامش به ما کمک میکنه که البته در مراحل ابتدایی یا در مراحل اولیه بیماری آلزایمر ما خیلی راحت به این پی ببریم و میتونیم کنترلش بکنیم اگر پیشرفته نباشه بیماری آلزایمر. هرچند تحقیقی که انجام شده یک حدود 86% کارایی بسیار خوب و مثبت داره، اما هنوز هم باور اکثریت متخصصین دنیای طب و طبابت است که باز هم میتونه تحقیق و تحلیل ما پیامدهای منفی داشته باشه، اما در قسمت شناسایی مراحل اولیه بیماری میتونه کمک بسیار بسزایی به ما بکنه. سلام بینده های عزیز، امیدوار هستم صحت مند باشین. هدایت مدرس هستم، آمدیم در یک از شفاخانه‌های شخصی. میخواییم درباره فشار بلند در جریان حاملگی با یک از متخصصین محترم صحبت کنیم. ما را دنبال کنید. فشار بلند در زمان حاملگی یک اختلال شایع است. در 5-8% موارد باعث مرگ میر مادرها حتی در کشورهای پیشرفته میشه و در 15% موارد باعث اختلال در مادر و جنین میشه. ما چطور پیدا میکنیم که این خانم دچار فشار بلند در زمان حاملگی شده؟ ما فشار خانم در فاصله 6 ساعت دو بار اندازه میکنیم و حالت میباشه که خانم کاملا ریلکس است، آرام است، تشویش مشکل نمیداشته باشه. ما فشارشان اندازه میکنیم، زمانی که فشارشان از 140-90 بلندتر باشه باز ما میگیم که فشار بلند خانم در جریان حاملگی داره. قبل از حاملگی خانم فشار بلند نداره. پس تمام فاکتورها و عواملی که با حاملگی ارتباط داره، این فاکتورها باعث فشار بلند در زمان حاملگی میشه. در پهلوی از این عوامل و فاکتورهای محیطی، استرس یا تاریخچه قبلی فشار بلند در زمان حاملگی یک خانم داشته باشه، در حمله بعدیش هم میتونه که باعث فشار بلند شوه. ما فشار بلند طبقه بندی میکنیم به فشار بلند خفیف، متوسط و شدید. در صورت که فشار بلند خفیف باشه، اما استرس ها و تشویش روحی که مادر می داشته باشه ای باید برطرف شود، کمک میکنه که فشار بلندش کنترل شود. ای در خانم هایی هست که فشار بلندشان در درجه خفیف می باشه، یعنی 140-90 است. این می تواند تنها با برطرف کردن عوامل محیطی تشویش استرس کنترل شود، ولی فشار بلندی که متوسط باشه 150-100 باشه، در این حالت است که این خانم باید وزیت منظم نزد دکتر خود داشته باشه، پیش دکتر خود بره، ورزش های سبک به شمول قدم زدن، رژیم غذایی مناسب، مثلا از غذاهایی که چرب باشه، روغنی باشه یا نمکی باشه، از اونا پرهیز کنه میشه و با توصیه دکترش، با در نظر داشته راهنمایی های دکترش میشه که با بعض دواهای فشارشان کنترل شوه. تشکر از همراهی شما بیننده های عزیز. باقی برنامه را در بخش وزیت با زهرا جان دنبال کنید.
فشار بلند خون در زمان بارداری یکی از دغدغه های خانمای باردار است که همیشه خطرناک نمیتونه باشه، اما گاه اوقات میتونه عوارض و اثرات ناخوشایند به خاطر سلامتی مادر و نوزاد داشته باشه. یکی کدام عوامل باعث میشه که در زمان بارداری فشار خون یک خانم باردار بلند بره و چگونه میتونیم پیشگیری بکنیم؟ آیا راه های درمان داره یا خیر؟ و می دلیل شما بخش وزه تبیننده باشین که صحبت بسیار خوب و خودمانی می داشته باشین با جناب دکتر صاحب پلوشه توخی یوسفزای متخصص نسای ولادی هستن و در این مورد با شما معلومات می تن. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین، وقتتان بخیر. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان سلام های من خدمت تمام بیننده عزیز و دستاندادگارای تلویزیون آرزو، تقدیم از خدا کنه که یک روز خوب و خوش داشته باشه. سلامت باشه. خب اما قسم که در شروع یادآور شدم دکتر صاحب که اکثرا خانما یک تعدادشان البته ما شاهدش هستیم که فشارشان در دوره بارداری بلند میره. خب سوال اول من این است که چرا مثلا خانمای باردار در زمان بارداری فشارشان بلند میره؟ بسیار خوب، نکته بسیار مهم خوب است که باید مردم خانمای ما متوجه شوند، خانم خصوصا خانمای عامله که فشار بلند در زمان عاملگی یک خطر بسیار مهم و جدی بوده که برای مادر و بر طفل خطرساز است، باید متوجه باشن. و یکی چرا بلند میره، در کیا بلند میره، باید بگیم که در خانمایی که وزن بلند دارن، خانمایی که یک ارث به حساب ارثی هستن، یعنی فامیلشون فشار بلند دارن، همیشه مادرشون مثلا فامیلشون که فشار بلند داره، و کسایی که امراض کلیوی دارن، یعنی امراض گرده دارن، و کسایی که مثلا بعض مشکلات دیگه هست که مثلا دارن، یعنی مشکلات داخل زیاد دارن، که از اون اشخاص میتونه که فشار زیاد بلند برن، و یا اشخاصی که زیاد غذا استفاده میکنن، غذای چرب البته یا غذای مثلا نمکی زیاد استفاده میکنن، باعث بلند رفتن فشار خون در خانم ها میشه، که باید اینا متوجه صحت خود و طفل خود باشن در زمان بارداری خصوصا زیادتر. دقیقاً. پس این عوامل است و یا علتایی است که باعث میشه فشار خون یک خانم باردار بلند بره. بله. حالا بین از علائمش دکتر صاحب بحث بکنیم، کدام علائم و نشانه های داره که خانم خودش متوجه شود که فرزند فشار ما بلند رفته؟ اگر آمده و بسیار چیز مهمی که است، خانم سر احساس سردردی میکنه، بلند رفتن فشار خون. سه چیز عمده بسیار ساده و طبیعی که باید خانم احساس میکنه در وجود خود، یا مثلا باید یک خانم متوجه خود باشه، یکی سردردی است و دیگه مغشوش شدن رویت، یعنی پیش چشم ستاره ستاره میشه. و دیگه قسمت سر دل خانم به حساب عامیانه سر دل میگیم، یا مثلا ما به حساب اصطلاح طبی زین خنجری میگیم، دیگه قسمت یک درد احساس میکنه، که چیز بسیار مهم است که برای خانم ابتدا رخ میده. سه چیز بسیار مهم و عمده است. و باز اگر بسیار پیش بریم، مثلا اگر معاینات لابراتوری باشه، مثلا میتونه که بلند رفتن پروتئین در ادرارش، یعنی از اثری که بالای گرده فشار میاد، پروتئین یوری یا موجودات پروتئین در ادرار دیده میشه، یا مثلا اوبسیتی خود خانم چاق می باشه، و دیگه که اوزایما در نزد خانم تاسیس میکنه و اطراف سفلیش اوزایما پیدا میکنه و یک سردردی بسیار شدید در نزد خانم ظهور میکنه. دقیقاً. اکثرا در کدام ماه یا هفته های بارداری فشار خون یک خانم باردار بلند میره؟ کدام ماه مشخص هست؟ بسیار خوب، بعد از هفته 20 حاملگی یا در ترایمستر دهه ترمستر دو حاملگی، بعد از هفته 20 این بلند رفتن فشار خون بر خانم باید متوجهش باشه، و یکی از خطراتی است که باید خانم سخت متوجه باشه و متوجه خوراک خود البته، یا متوجه نما افزلسه خود زیادتر باشه، که باید این وقت است که، و دیگه ای که باز ببخشن در خانمایی که البته سن 40 بالا هستن، اینا هم باعث بلند رفتن فشار خون میشن. بله. خب حالا از فشارشان بگوین که فرزان اگر بلند باشه چند می باشه اکثرا؟ بسیار خوب، بلند رفتن فشار خون در زمان حاملگی از 140 90 خطرساز است، اما ما خانم‌ها را از 120 الی 130 که بلند بره ما برشون متوجه می‌سازیم. به خانم‌ها که همشیره یا خانم محترم، شما باید متوجه باشین که فشارتان بلند است، رو به بلند از 130 از 130 بلند بره. بله، برشون میگیم که شما متوجه باشین یکی از 140 90 بلند رفت، بس خطرساز است. باید دقیقاً. خب از خطرات، یعنی ببخشید مشکل کم توضیح کنم، 140 90 معنی چیست که فشار بلندشان 140 و فشار پایین 90، اگر از 90 100 شد و 140 150 بس خطرساز است. دقیقاً. خب بیاین دکتر صاحب از عوارضاتش یاد بکنیم. مطمئن هستم که در صورتی که مثلا اگر از 140 بلند شو و از 90 هم گفتین 100 شو، میتونه عوارض خطرناکی داشته باشه. خانمایی که جدی نمیگیرن، بلند بودن فشار خون در نزدشان چقدر میتونه خطرناک باشه؟ چی عوارض را میتونه در به هر خطرناک است؟ باید مادرها متوجه باشن که یکی از خطرات زمان حاملگی فشار بلند میباشه، که باز فشار بلند به دوره تقسیم کلمسی و پرکلمسی، که باز یک وقتی زمانی که فشار بلند میره با همراه با اختلاج میشه، بعضی خانم یعنی شخ میمونن دست پایشان، اختلاج شعور به وجود میاد،
خانم شورش از دست میده، مثلا دست پای شخ میمونه و دانش هم تو شخ میمونه، چیزی گفته نمیتونه، از گپ زدن میمونه. یک او بسیار خطرساز است و در ابتدا قبل از اینکه مثلا ما برای خانم بگیم، برای طفلش خطرساز است ابتدا، چون فشار بلند میره، باعث از بین رفتن طفلش در بطن مادر، طفل از بین میره که در بطن مادر از بین بره، چی در هر سن عملگی که باشه، چی بعد از هفته 20 باشه، مثلا چی شش ماه باشه یا هفت ماه باشه یا ماه وقت ولادتش باشه، بسیار در یک چیز عادی که تا خانم قدر عرض الان زیاد وجود نمیشه، اما فشار اما طفل در بطن مادر از بین میبره که باید زیاد سخت متوجه بشن. بعد از اینکه مثلا طفل از بین برد، یا مثلا در عین زمان هم طفل از بین بره و هم بر مادر اختلاج به وجود میاد، یا در عین زمان مثلا طفل زنده میمونه و بعض وقتهایی است که مثلا چانس است برای طفلک یا مثلا بر مادر چانس میشه که مثلا طفل زنده میمونه اما مادر به اختلاج میره، یک نادر است. در حالت در دو حالت مثلا به مادر خطر سازه و به طفل هم چون خطر ساز است که ابتدا طفل از بین میره بعدن مادر. بله، یکی از خانم‌ها البته یک سوال پرسیدن، خواستن که با شما در میان بگذاریم. گفته ما در یکی از حملایم البته دوگانه‌ای باردار بودم، دوگانه‌ایم باعث بلند رفتن فشار میشه، بله دقیقاً، و گفته فشارم بلند بود در این دوره و بعد از اینکه طفلکایم به دنیا آمد، ما قدرت تکلم و صحبت کردن را از دست دادیم. بله مادر، گفتن دلیلش رو بپرسین، آیا بلند بودن فشار خون باعث شده بله که ما قدرت صحبت قدرت کردن از بین بره یا کدام دلیلی داده خانم؟ یا سیویه میگم، یا مثلا یک شریان عصبی از دست که فشار از بسیار بلند رفته، شریان عصبش حتما تو به حساب اصطلاح آمیانه کفیده که میگن شریان رفچر کرده، یا مثلا پاره شده اونجا خونریزی داده مساحه، باعث از این میشه که نتونه خانم تکلم کنه. و دیگه ای که سن بیشتر، قبلا گفتیم که سن بلندتر از 40، سن پایینتر هم باعث بلند رفتن فشار خون میشه که از سن 20 به پایین یا هم خطرات است، خطرات بسیار زیاد است که ما زیاد شاهد عینی هستیم، شفاخانه میبینیم مثلا مریضا رو برشون دوچار میشیم با مریضا که هم از سن پایین و هم از سن بالا باعث بلند رفتن فشار خون میشه که خطرساز بر مادر بر طفل. بله خب بیاین در رابطه با راه های درمانش بگوین. فشار بلند خون که گاهی اوقات البته اگر زیاد بلند بره میتونه بسیار خطرناک باشه، عواقب بله در پی داشته باشه، حتی میتونه از جان مادر و کودک از بین ببره. بله چگونه بله باید مراقب باشیم، چگونه درمانش بکنیم؟ ابتدا اشخاصی که یا مریضایی که بر ما مراجعه میکنن، تمام خانم ها به صورت عمومی که مثلا ما رو شیت لز میبینن، برشان توصیه میکنیم که از غذاهای پرچرب، مثلا گوشت گوسفند که مثلا بسیار چرب باشه، چربی حیوانی، از اینا باید استفاده نکنن زیاد. زیاد بعضی خانم علاقمند به چربی هستن مثلا استفاده میکنن. دیگه همچنان غذاهایی که نمکی، و در زمان بارداری خانم‌ها به غذای نمکی شور زیاد علاقمند میباشن. از این لحاظ باید برشان توصیه میشه که از ابتدا اینا طور اخصائیز که علاقمند هستن اما باید استفاده نکنن، متوجه باشن هم از غذای چرب و هم از غذاهایی که بسیار نمکی است، تا نشه که داینده مثلا برشان خطرساز باشه. و چی باید بکنن درمان خانگی از یک، مثلا چی باید اینا بکنن؟ شیر بخورن، چیزهایی میشن که از لیمو، انار مثلا فعلا از چیزهای ترش استفاده کنن تا بتونن فشارشون رو پایین کنن. در صورتی که به اون سرعت نرسیده که خدای نخواسته اینا به دکتر مراجعه کنن، خدای نخواسته اگر در سرعت میرسه که بسیار بلند میباشه، از بس توانشون بالاست، یعنی نمیتونن در خانه کنترل کرده سیر میتونن استفاده کنن، اینا میتونن به دکتر مراجعه کنن که باز درمان شفخانه تحت مراقبت جدی باشن. که حتی بعضی وقتا ما باز توجه به این نمیکنیم که سن حمل مادر چقدر است، به طفلش توجه نمیکنیم، فقط به مادر توجه میکنیم، خاتمه میدیم به حملش، یعنی میگیم در این حالت بهتر از این است که مثلا طفل خاتمه بدیم تا اینکه مثلا مادر دیگه هم مصاب خطر شه یا مادر از بین بره، به حملش خاتمه میدیم. باعث از این میشه که باز فشار مادر کنترل کرده بتونیم. پس باید کنترل شوه، مراقب غذایی که استفاده میکنیم باید باشیم. بله. و همچنان یک مورد دیگر هم میخوایم دکتر صاحب یادآور شم که اکثرا خانمای باردار برشان زیاد تابلت ها و دواها پیشنهاد نمیشه در دوره بارداری. بله، اما یکم داروهایی است که مجاز است و اجازه استفاده کردن به این خانما داده شده. داروهای مجاز به خاطر کنترل فشار خون کدام است؟ یگان داروی که بسیار خوب است و بسیار موثر است و سیف است برای خانم حامله در تابلت های بیتایل دوپا میگیم که اینا میتونن که از استفاده کنن، البته اون با کنترل فشار میتونن که مثلا نزدیکترین قسمت خانهشان در یک دواخانه یا برای یک شخص صحی کارمند صحی مراجعه کنن، یک فشار شن. فشار دیدن میشه مثلا در هر جا میتونه، هر کسی میتونه که فشار بینه، فشار خود تحت کنترل داشته باشن. اگر در صورتی که خدای نخواسته میفهمن که نارام شدن، سردردی برشان پیدا شد، تهوع و استفراغ پیدا شد، یا مثلا سرگیچی، یا مثلا پیش چشمشون ستاره ستاره تو خودشان اکایه میکنن، میگه چشم ستاره یک ستاره یک میشه، یا قسمت درد قسمت سر دلشون گفته یا زایل خنجری برشان پیدا شد، اینا باید به دکتر مراجعه کنن یا مثلا عاجل متوجه شون که فشارشون بلند رفته باشه.
و از غذای خود متوجه باشن که غذای چرب نگیرن، غذایی که بسیار پر انرژی از زیاد. و حتی بعض وقتا ما به مادرم این که چیز استفاده نکن، مثلا یک غذای بسیار عادی مثلا نان میوه هم استفاده کن، مثلا میوه بسیار خوب است برشانش مشکل نمیکنه خلق. و دیگه ای که غذای پر چرب استفاده نکنن و همچنان چیزایی که زیاد نمک داشته باشه نمک استفاده نکنن و کنترل کنن، چیزایی ترش استفاده کنن، لیمو قبلا من گفتم انار، سیر، از این چیزا مثلا درمان خانگی تا زمانی که تا یک دکتر مراجعه می تا یک دکتر میرسه باید از این چیز استفاده کنه. بله بسیار خانم‌ها در ماه‌های اخیر بارداری دچار زایمان یا پوندیدگی میشن. قسمت‌های از دستا و پایشون بسیار میپونده. یا یکی از دلایل بلند رفتن فشار خون میتونه باشه؟ زایمان یا پوندیدگی در زمان حاملگی علتاش مختلف میتونه باشه، اما زیاد علتش دو علت دیگه میتونه یکی کم خونی و یکی فشار بلند. این چیز زیادتر عروض علم مثلا باز میتونه که امروز کلیوی هم باشه و از امروز کلیوی وقتی که یک شخص داشت میشه یک فشار زیم بلند بره. در او حالت دیگه خانم ها باید متوجه باشن و اوزیات استفاده کنند. مایات آب بسیار یک چیز خوبی است و ارزان و مفید و خوب و کلی در دسترس همه که مردم هست. شکر الحمدلله میتونن که اینا اوزیات استفاده کنند و با یک دکتر مراجعه کنند که تا امی ماینات از اینا شود که اگر در صورتی که خدای نخواسته عراض علایم وسفی زیاد داشتن باید کنترل شن یا تحت مراقبت شفاخانه یا در دکتر صاحب متخصص باشن. بله صحبت بسیار خوب دکتر صاحب، نکات بسیار مهم و کلیدی را به همگی ما پیشنهاد کردین. در پایان هم اگر کدام پیشنهاد به خاطر سدمندی همگی به خصوص خانمای باردار دارین بفرمایید. یگانه پیشنهاد ما بر تمام خانم های حامله است که وقایع پیش از وقوع باید داشته باشن، خصوصا در قسمت فشار بلند. فشار بلند باید نادیده نگیرن، چیز تو فکر نکنن که یک چیز جزئی سطحی است، چرا که ابتدا به طفلشان ضرر میرسن بدن و مادر. و از ابتدا اینا کوشش کنن که از غذاهایی که مثلا میفهمن که فامیل تاریخی فامیلی دارن یا مثلا خودشان چاق هستن بسیار وزنشان زیاد است یا مثلا سنشان بلند است یا سنشان پایین است، اینا باید از غذاهای استفاده کنن که برشان مضر تمام نشه. مثلا از چربی زیاد استفاده نکنن، مثلا غذای چربی حیوانی مثلا دنبه گوسفند یا چربی گوسفند مردم زیاد داره. یا مثلا نمک زیاد، از اون لحاظ اینا باید متوجه باشن که از نمک زیاد خصوصا زیاد هر چیز هم کوشش میگن سر هر چیز سر ترکاری هم نمک برتن و سر میوه مثلا از انار نمکی و مثلا مولتر هم رای نمک کینور هم رای نمک میخورن بخشن. اینی از لحاظ برشان بسیار مضر تمام میشه، باید متوجه باشن در قسمت غذای خود زیاد و از مایات زیاد استفاده کنن. خیلی سپاس دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین و مهمان ما شدین. تشکر از شما شنوندگان بیننده عزیز، قربان. سلام مجدد خدمت اوید دوستان و وطنداری عزیزی که تازه با ما پیوستن و بیننده برنامه خودشان اکسیژن هستن. در ادامه برنامه اکسیژن و بخش پیراپزشکی با شما هستیم. خوشبختانه دکتر صاحب مسعود برخی فیزیوتراپیست هستن در کنار ما هستن و قرار است در رابطه با بلز پالسی، فلج وجهی یا فلج یک طرفه صورت با ایشان صحبت بسیار خوب داشته باشیم. بسیار زیاد خوش آمدین، وقتتان بخیر. تشکر، سلام خدمت شما و بیننده های عزیز. راجع به بلز پالسی و یا فلجی نیمه صورت عبارت از همو آسیب و یا آفت عصب محیطی زوج هفتم قفی می باشد که به شکل یک طرفه و یا ناگهانی واقع می شود و از شایدترین همین فلج های صورت می باشد. دقیقاً اینکه یک معلومات مختصر در رابطه با بلز پالسی بود که بله. یک طرف صورت یک شخص که دچار اختلال شوه فلج میشه. خب حالا از علتاش بگوین، کدام علت ها و عامل باعث میشه که یک فرد دچار این مشکل شوه؟ علتاش بعضن خو علتش ایدیوپاتیک و یا نامعلوم گفتن، باز هم دانشمندا بنا به تحقیقاتی که کردن گفته که علتاش میتونه که ویروسی باشه و قسم چون هم عصب ناحیه و یا زوج هفتم از باعث ویروس تخریب میشه، دیگه میتونه تومورها باشه، صدمه که وارد میشه به ناحیه اونا باشه و خانمای حامله هم میتونه که به این مصاب شوه. فشار بلند، افرادی که دیابتیک هستن یا مرض شکر دارن و قند خونی بالا هم میتونه که علتاش باشه. دقیقاً از عراض علایمش یاد آور شوین، شخصی که و یا فردی که دچار بلز پالسی باشه یا یک طرف صورتش فلج شوه کدام نشانه ها در نظرش دیده میشن؟ وقتی که فلج شد میتونه طرف راست و یا طرف چپ چهره فلج شوه و امو علایمش خوب واضح آشکار که دیده میشه. امو طرفی که مصاب است فرض کنم طرف راست باشه، چهره اف دیده میباشه، بلکای خود حرکت داده نمیتونه، از لبای خود استفاده کرده نمیتونم، یک طرف چهره کلن لبهایش افتیده میپوشه، ابروهای خود حرکت داده نمیتونه و همچنان در بلیدن مشکل میداشته باشه، در جویدن حتی در صحبت کردن به مریض
دچار مشکلات می باشه و هم یک طرف روی افتیدن می باشه، نمیتونه حرکت کنه. که البته از شایع‌ترین عرض و علائم و نشانه هایی است که در نزد این بیماران دیده میشه. خب مطمئن هستم زمانی که یک بیماری در نزد یک شخص ایجاد میشه و شیوع پیدا میکنه، راههای درمان و تداوی وجود داره، هم تداوی دوایی، هم تداوی خانگی و هم از دیدگاه فیزیوتراپی، که هر کدامش میتونه در قسمت بهبود و عمل کرد تاثیرگذار باشه. حالا بیاین از روش های تداوی دوایی بگوین. روش هایش معمولا دکترای عصب برای دوای آنتی وایرال و همچنان مولتی ویت برش توصیه میکنه و یا تجویز میکنه، و همچنان باز بخشی است که چون عضلات و فعالیت های خود از دست میتوانه که حرکت کنه، باز میپردازیم به دوایی، به تداوی فیزیوتراپی. بله، نقش فیزیوتراپی در قسمت چقدر البته بارز و برجسته است؟ خیلی نقش و رول کلیدی داره، چون وقتی که حرکات عضلات، حرکات خود اعاده کرده نمیتونه، باز فیزیوتراپیست امی با حرکات پسیف بالای از اجرا میکنه و امو به امو سمت که امو حرکت امو عضله حرکت خود اجرا میکنه، با امو حرکات فیزیوتراپیست انجام میده تا عصب تم بشه و خود عضلات بتونه که دوباره کدام شخی یا کدام مشکل دیگه پیدا نکده و فعالیت های خود دوباره اجرا کرده بتونه بعد از اینکه مراحل بهبودی پیدا کرد و یا بهبود پیدا کرد. در چند مرحله باید مثلا چی مدت زمان در بر بگیره تا اینکه تحت مراقبت قرار بگیره؟ مدت زمانش گفته بنابرای گفته دانشمندا میشه که تا 6 ماه بهبود پیدا کنه، بعضی ها میتونه که مزمن شه و سالها هم ادامه پیدا کنه. دقیقاً. خب مطمئن هستم که اما قسم که دکتر صاحب گفتن که فیزیوتراپی میتونه در قسمت بهبود این مشکل یا این بیماری تاثیرگذار باشه، اگر حرکت را شما دکتر صاحب مد نظر دارین، بله. که به خاطر البته بیماران شما توصیه میکنین و در خانه اونا اجرا بکنن. اما این صحبت بسیار خوب دکتر صاحب در رابطه با معلومات کلی برس پالسی بود. یک رفت و برگشت بسیار کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم و عملا حرکات جناب دکتر صاحب بیننده میباشیم. باید دوستایی که از فلج یک قسمت صورتشان رنج میبرن اما نمیدانن که چه کار بکنن در خانه تا که بهبود پیدا بکنن، این بخش بیننده باشین که دکتر صاحب ما و شما یکم حرکات را عملا اجرا میکنن. دکتر صاحب آماده هستین؟ بفرمایید. راجع به کار عملیش، یکی باید نزد فیزیوتراپ باید اجرا شود و دومی که وقت فیزیوتراپ انجام داد برش تمرینات خانگی به مریض داده میشه، که چون نمیشه که با یک بار فیزیوتراپ اجرا کرد در روز، او باید با قسم تکرار چندین مرتبه در طول روز اجرا شوه. و امی ناحیه که فلج است، یک طرف صورت فلج می باشه، چند عمل است قبل از اینکه باید اجرا شوه. کسی که بالایش کار میکند باید دستای ضد عفونی باشه، چون کسی که مصاب میشه چشم باز می باشه و نشه کدام میکروب یا انتانه از طریق دست ازی به چشم مداخله کنه به در شخص. و دوم دیگه پس از تعقیم نمودن دستا، ما چه میکنیم؟ همین ناحیه که صدمه دیده را، چون افتیده میباشد حرکات خود اجرا کرده نمیتونه، ما امو بالا حرکاتش کار میکنیم که دیجا الیاز فیزیتراپی باید چندین کار را که اجرا کنیم. اولش چی است؟ اولش چی است که در این ناحیه که از ناحیه صورت به طرف جریان لنف، ما یک دست خود قرار میتیم و از این ناحیه یک حرکت اجرا میکنیم به طرف مسیری که عصب از اینجا به داخل به صورت آمده و تعصیب ساخته، یک حرکت اجرا میکنیم به این طرف صورتش مریض و دومش این چندین مرتبه تکرار میکنیم. و دیگه همی خود همی انگشت های خود در قسمت گونه های مریض میمانیم و چی میکنیم؟ میره به قسم لرزشی در طرف صورت کار میکنیم، تقریبا میتونیم که بر 60 ثانیه این کار اجرا کنیم بالای قسمت نواحی صورت این کار اجرا کنیم و بخصوص در گونه هاش بیشتر، چون این کار باعث تحرکیت عضله میشه و باعث تنبیه عصب میشه. و همچنان در بعضی نواحی چند نقطه کلیدی است که باید توسط انگشت همون ناحیه باید چی شوه؟ فشار داده شوه، مساج داده شوه، که به این قسم دست خود قرار میتیم و بر 60 ثانیه چی میکنیم؟ حرکات اجرا میکنیم.
یکی در خود همین ناحیه تمپورال و در این ناحیهش زیادتر اجرا میکنیم، در نزدیکی چشم ها زیاد اجرا میکنیم این کارا. روزانه چند مرتبه باید حرکات اجرا کنن؟ روزانه یک بار فیزیوتراپیست اجرا کرد میتونن که مثال یک ساعت بعد نیم ساعت کار کنن، یک ساعت دو ساعت بعد ده دقیقه بیست دقیقه نیم ساعت باید این کار صورت بگیره و همی طرف باید خوب گرم نگاه کنه تا چون سردی باعث میشه که این بیشتر مشکلش بیشتر شوه و دردها در قسمت خود گوش در قسمت عقب گوش چی میشه دردهای شدید پیدا میکنه و به همین خاطر باید گرم نگاه داشته شوه. هر قدر که زیاد تمرین فیزیوتراپی اجرا شوه بالای صورت به همو اندازه یعنی همین مراحل مرض چی میشه کم میشه، یعنی مراحل شفایابیش زیاد میباشه، یعنی زودتر شفایاب میشه و بعضی کس هسته که همین کار اجرا نکدن، یعنی فیزیوتراپی و تداوی دقیق اجرا نکدن حتی مزمن شده و به یک سال دو سال حتی چندین سال ادامه پیدا کردن این کارش. بله، پس باید در جریان یک روز چندین مرتبه میتونیم با وقفه البته حرکات مثال یک ساعت دو ساعت وقفه بگیره یک 20 دقیقه نیم ساعت باید کار کنه. بسیار خوب. حرکت بعدی؟ و حرکت بعدی قسمی است که مریض طرفی که جور است، طرفی که سالم است، ایره دمی حالت نگاه می‌داریم و از مریض می‌خوایم که میگیم ابروی خود بلند کن چون این طرف که فلج است، این نمیتونه حرکت بده. مگر این کار ما باعث تنبیه میشه، هم تنبیه عضله هم تنبیه عصب میشه. با مریض میگیم که ابروهای تو بلند کن. بلند کن بلند کن میگیم ایره به مدت چند ثانیه نگاه می‌داریم. پس دوباره میگم پایین کو، باز میگم ابری تا بلند کو، باز میگم پایین کو. این چون ما هم صحبت میکنیم و این باعث تنبیه است، تنبیه میشه که زودتر شفایاب شوه و همچنان چشمایش هم قسم بسته کو میگم، باز کو میگم و میگم که لبای خود طرف بالا، یعنی به قسمی که خنده کو میگم یا لبای خود جمع کو میگم، این را میگم که دنت طرف یک طرف کش کو میگم، این چون این طرف هفتیده است نمیتونه، اما چی میکنیم میره کش میکنیم میگم در دهن خود جمع کن پای طرف، به یک طرف دهن خود جمع کن میگم ایره به این طرف کش میکنیم، چون این باعث میشه که همین کارهای تنبیهات شوه و دوباره مراحل بهبودیش خوبتر شوه. بسیار حرکات تمام شد دکتر؟ برای این حرکات تمام است، بعضی حرکات دیگه است که بسیار خوب بفرمایید و بعضی حرکات دیگه است که خود مریض به قسم اکتیف کار میکنه چون ایره باید روبروی آینه استاد شوه و طرف تصویر خود دیده لبای خود پیش ببره مثل که اشپلاق میکنه چون یک طرف افتیده است ای که اشپلاق میکنه طرف آینه و چند حروف است که باید اموره طرف چهره خود دیده تلفظ کنه که ساده‌ترش همیست که حروف صدادار انگلیسی که است A, I, O, ای یو ای پنج حروف باید چی کنه تکرار کنه که خود همین باعث میشه که همین لبا حرکت کنه مثلا زمانی که یو میگه لبا به قدام میره به طرف پیشروی میره و ای باعث میشه که لبا حرکت کنه چون گفتیم که در فعل یک طرف که فعل شد جویدن مشکل پیدا میکنه تکلم مشکل پیدا میکنه زمانی که چون لبا را حرکت داده نمیتونه با همین خاطر باید این حرکات بروبری آینه اجرا کنه دیگه میشه که طرفی که مصاب است این طرف پت بگیره و یه طرفی که جور است این طرف پوقانه کنه به این قسم که ابتدا نمیتونه مگر می آهسته آهسته اول کم کم کمک کنه که محکم بگیره به این قسم چون فشار به این طرف میه بازی آهسته آهسته چون تنبیه شد عضلات تقویه شد میتونه که روز به روز بهبود پیدا کنه و خودش مستقلانه بدون اینکه محکم بگیره یا کمک شوه اجرا کنه دیگه مریض چشمای خود پت میکنه واز میکنه طرف آینه دیده هر دو چشمش هر دو چشم خود پت میکنه هر دو چشم پت میکنه واز میکنه پت میکنه واز میکنه میشه که خودش یک طرف محکم بگیره با دستش با دست دیگهش ابروی خود بلند کنه پس پایین کنه بلند کنه پس پایین کنه اینم خیلی برش موثر میباشه چون خودم میبینه اما مشکلاتی که میبینه یا حرکات را که خوب واضح میبینه برش خیلی هر چقدر پیشرفت میکنه همون قدر تشویق میشه میگه که نه مثلا ما خیلی خوب شده رفته استیم یه لحاظ روی هم تاثیر خیلی خوب داره بالاش و دیگه ساجق زیاد بجا
ساجق جویدن خیلی چون حرکت زیاد میشه عضلات گونه عضلات که هسته اینا تقویه میشه بیشتر میشه که هم طرفی که مصاب است زیاد ساجق بجوه همیشه باید ساجق بجوه خیلی برش تاثیر میکنه دیگه بقانه بگیره بقانه را باید بفکنه بسیار خوب و همین تداویایش است دقیقا نی از مورد است که البته خود مریضا میشه در مقابل آینه استاده بله. شده و با خودش تمرین میکنه بله و مطمئن هستیم که با اینمی تمرین کردن اینمی حرکات مشکلاتی که داریم برطرف میشه و خصوص فلج یک طرف صورت یک طرف صورت خیلی سپاس دکتر صاحب ممنونتان که آمدین حضور پیدا کردین و در رابطه با بلس پالسی و ما و به همه بیننده ها معلومات دادین تشکر بسیار زیاد خوش باشین هموطنان عزیز بسته اسرار سلامتی ما آماده است. بریم با اسرار استفاده از مژه‌های مصنوعی با خبر شویم. زود برمیگردیم شما جای نرین برنامه اکسیژن ادامه داره. استفاده از مژه‌های مصنوعی تأثیر بسزایی در زیبایی چهره دارد. و باعث زیبایی چشم ها می شود که امروزه آرزوی همه خانم ها داشتن مژه های بلند است و برای رسیدن به این آرزو دست به کارهای زیادی می زنند مانند استفاده از مژه های مصنوعی تا کاشت می شه چون معتقدند که با داشتن مژه های بلند چشم ها زیباتر می شود اما باید بدانید که این اقدام خانم ها برای بلندتر و پرپشت‌تر کردن مژه های طبیعی خود به سلامت چشم ها آسیب می زنند استفاده از مژه های مصنوعی خطرات زیادی دارد که خانم ها از آن بی‌خبرند پس در برنامه امروز ما شما را از اسرار استفاده مژه های مصنوعی بر چشم باخبر می سازیم. آسیب رساندن به مژه های طبیعی از مهمترین عوارض مژه های مصنوعی است. زیرا خون رسانی را در سطحی که مژه روی آن چسبانده شده کم می کند و سبب کم پشتی مژه های طبیعی خواهد شد. فشار ناشی از نصب مژه مصنوعی سبب ریزش مژه خواهد شد. اگر به علت فشار ناشی از نصب مژه مصنوعی و پیاز مژه آسیب وارد شود، فرد مژه های خود را از دست می دهد. اکزما و حساسیت به چسب از عوارض دیگر نصب مژه های مصنوعی اکزما و حساسیت به چسب آن است به علت نازک بودن پوست پلک خطر حساسیت وجود دارد بنابراین احتمال به وجود آمدن التهاب خارش و سرخی دور چشم زیاد است چسبی که برای چسباندن مژه ها به پلک استفاده می شود امکان بروز واکنش های آلرژیک را بالا می برد تاری دید یکی از عوارض مژه های مصنوعی و چسبان ایجاد عفونت، زخم در قرنیه و کمبینایی و حتی نابینایی است. گل مژه استفاده از مژه مصنوعی سبب ابتلا به عفونت و گل مژه در افرادی که استعداد ابتلا به گل مژه را دارند می شود. افرادی که از مژه های مصنوعی استفاده می کنند بیشتر به گل مژه مبتلا می شوند. خشک شدن چشم ها طول مژه های مصنوعی بلندتر از مژه های طبیعی است. بنابراین جریان هوای رسیده به سطح چشم ها را افزایش می دهد و باعث خشک شدن سر چشم ها می شود و منجر به سندروم خشکی چشم می گردد. عفونت های چشمی با مژه های مصنوعی برخی باکتری ها و آلودگی ها در گوشه و کنار مژه های مصنوعی جای خوش می کنند و هنگام استفاده از آنها به چشم ها منتقل می شوند و این باکتری ها باعث بروز عفونت های چشمی می شوند که در برخی موارد خطرناک هستند. سلام مجدد خدمت اوید دوستان و وطندارای عزیزی که تازه با ما پیوستن و بیننده برنامه خودشان اکسیژن هستن از حمایت های همیشگی شما سپاسگزار هستم که همیشه در کنار ما هستین اگر دوست دارین باز هم تکرار برنامه خودتان اکسیژن را بیننده باشین سر بزنین به شبکه های اجتماعی ما البته لایک و شیر و سابسکرایب را فراموش نکنین میتونین بخش های جذاب و دیدنی برنامه اکسیژن و دیگه برنامه های شبکه جهانی آرزو را تعقیب بکنین سپاسگزاری میکنم از بازار جهان نما بابت تهیه لباس های خانمای خوش سلیقه و خوش لباسی که دوست دارین زیبا به نظر برسین میتونین سر بزنین به بازار جهان نما از لباس هایش دیدن بکنین و به خود خرید بکنین ما معمولا در برنامه های مختلف ما میخوایم آگاهی دهی بکنیم به همگی، به والدین، به خانما، دختر خانما، آقایان، به همگی. ما شاهدش هستیم که با تغییر فصل سال البته بیماری هایی است که شیوع پیدا میکنه. مثلا ما از طریق برنامه صبح آرزو و همگی دوستای ما ای پیام رساندیم که متاسفانه
بیماری سرخکان و اسهالات در شب و روزها بیش از حد شده. تعداد زیاد از هموطنان ما متاسفانه در اثر ابتلا شدن به این بیماری از بین رفته و اکثریت قربانیان هم کودکای ما بوده. پس فراموش نکنیم که کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند نسبت به دیگر طبقات اجتماع. پس خواست و تقاضای ما این است که پیام های صحیح را که به سمتان می رسانیم باید مواظبش باشین و حتما عملی بکنین. والدین عزیز، واکسین حق تمام کودکای ما و شما هست. پس بیایم از زمان تولد تا قبل از سن 5 سالگی 5 دوره کودکای خود را واکسین بکنیم و ممکن در ناحیه که واکسین زرق میشه درد، سرخی و پوندیدگی مشاهده شود که کدام موضوع قابل نگرانی نیست و با مرور زمان بخیر برطرف میشه. کارت واکسین کودکای خود را در یک جای امن و محفوظ نگهداری بکنیم تا دفعه بعد از تکرار واکسین جلوگیری شود. و در کنار از او خانمای عزیز و دختر خانمای عزیز، از سن 12 سالگی تا قبل از سن 45 سالگی باید 5 دوره واکسین تیتانوس بکنیم تا در مقابل امراض دفتره و تیتانوس در امان باشیم. خانمای باردار، شما فراموش نکنین قبل از اینکه شما باید باردار شوین این 5 دوره واکسین تیتانوستان حتما و حتما باید تکمیل باشه. کرونا که هنوزم دامنگیر بسیاری از کشورها هست، مشاهدش هستیم که اکثریت کشورها بنابر محدودیتایی که وضع شده نمیتونن رفت آمد بکنن. پس نکات صحیح را مد نظر بگیریم. اگر به جاهایی که ازدحام زیاد است، محل رفت آمد زیاد است، اگر مثلا کار بسیار شخصی و ضروری داریم و مراجعه میکنیم اونجا، درست است. اما نکات صحیح را مد نظر بگیریم. با پوشیدن یک عدد ماسک میتونیم مراقب صحت خود باشیم و در جریان روزم دستای خود را مکررا با آب و صابون بشوییم. فراموش نکنیم به نزدیکترین مراکز صحی مراجعه بکنیم و دوزی از واکسن کرونا را دریافت بکنیم. ما به عنوان کارمند رسانه دوزی از واکسن کرونا را دریافت کردیم. پیشنهاد ما و شما است که شما هم سر بزنین و دوزی از واکسن کرونا را دریافت بکنین. سپاسگزاری میکنم از همراهی همه شما تا که تا آخرین دقایق برنامه در کنار ما و جمعی از همکارای ما بودین و از داشته‌های خوب این هفته برنامه اکسیژن مستفید شدین. تا هفته بعدی و برنامه بعدی که ما باز هم در خدمت همه شما قرار میگیریم، شما را به خداوند منان امانت میسپارم. مواظبتان باشین. خدا نگهدارتان.